سلام و درود به همه شما هموطنا و همزبونای عزیز در همون ابتدای ویدیو تشکر میکنیم از کامنت هایی که میذارید من خودم شخصا تک تک کامنت ها رو میخونم و دوستان ما همیشه سعیشون بر این هست که اولین فرصت جواب شما دوستان رو بدن تو این تایم خیلی دوستان زیادی پیدا کردیم من اصلا تصورش هم نمی کردم که این همه دوستان خوب در سرتاسر سر دنیا داشته باشیم درسته که ما شما رو نمی بینیم اما موج مثبتی که برامون می فرستین رو دریافت می و خستگیمون حقیقتا در میره خیلی برامون جالبه و خیلی هم لذت بخشه وقتی می نویسید از فلوریدا از کابل دوست عزیز که زده بودم من از کابل افغانستان دارم ویدیوهای شما رو نگاه می کنم یا دوست دیگه از سوئد آمریکا و خیلی همه اینها برای ما دلچسب هست و قطعا خوشحال خواهیم شد اگه باز هم برامون بذارید که از کدام شهر هستید تو این ویدیو من قصد دارم راجع به مذرات مایه زرفشی صحبت کنیم چرا اینکه ما هر روز همراه غذامون داریم مایه زرفشی استفاده میکنیم تو این ویدیو میخوام دو تا راهکار بهتون بگم که مذرات این مایه ظرفشی زرفشی رو به حداقل میرسونه و باعث میشه مایه ظرفشی زرفشی که مثل چسب به ظروف میچسبن و حتی اگه ده بار هم شما شستشو داشته باشید باز هم از بین نمیره و وقتی حرارت بهش میخوره جدا میشه و وارد غذا میشه این راهکارهای ارائه شده باعث میشه تا مایه ظرفشویی کاملا پاک بشه از رو ظرف هنگام شستشو حالا این مایه های شستشو چی دارن مگه چی داخل اینا استفاده میشه که این همه مزراتش بالاست دو تا از مواد بسیار خطرناک مایه های زرفشی تریکلوزان و امولسیفایر یعنی دو تا عامل سرطان هستند به قدر این دو تا مواد خطرناک هستند که در کشور انگلستان و آمریکا دیگه استفاده نمیشن البته باز این به این معنی نیست که دیگه مایه های زرفشی این دو تا کشور هیچ اشکالی نداشته باشن مواد و افسودنی یا شیمیایی دیگه دارن ولی این دو تا ماده خیلی خطرناکن و امولسیفایر کمترین آرزش جهش های ژنی و تخریب دیواره روده است وقتی که دیواره روده تخریب میشه هم دچار التهاب میشه و هم باعث زخمای گوارشی میشه اما تریکلوزان وقتی که با کلور آب ترکیب میشه یه ماده سمی به اسم کلوروفورم تشکیل میده و این کلوروفورم هم یکی از فاکتورهای سرطان هست یعنی میخوام بگم تمام این موادی که استفاده میشه بیشترین اثر منفی رو روی دستگاه گوارش میذاره مخصوصا همین ماده کلوروفورم باعث ضعف دریچه های معده میشه یعنی اون دریچه های معده وقتی غذا دیگه کاملا داخل معده رفت و بسته میشه تا هضم شروع بشه باعث افتادگی و شلی این دریچه ها میشه اینجاست که دیگه رفلاکس پیش میاد و غذا برگشت داره به سمت مری حتی بعضی ها هستن به قدر این اسید به قسمت بالا به مری میزنه زخمایی تشکیل میشه زخمایی که خیلی سخت درمان هستن و عزیزان چون اطلاعات کافی هم توی این مورد ندارن سالیان سال با این درمان ها درگیرن البته اگه درمانی صورت بگیره اینقدر که ما در زندگی و جوامع امروز از باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها از مواد شیمیایی هیچ حراسی نداریم در حالی که اگه سیستم دفاعی ما قوی باشه حقیقتا این همه نگرانی وجود نداره بهداشت رو در حد تعادل رایت کردن همون کافیه اما وسواسی که تو این مورد به خرج داده میشه منجر شده به اینکه کیفیت زندگی اومده پایین و روز به روز به آمار بیماری ها افسوده شده دوستان وقتی ما این موارد رو میگیم هدفمون این نیست که به کسی استرس وارد کنیم چرا اینکه خود استرس خیلی بدتره یعنی شما اگه ندونیم و بدون استرس این کار انجام بدید کم کمتره. اما وقتی که شما مثلا میدونین قهوه بده ولی میخوری با همون استرس قهوت هم میخورید شرایط سلامتی بدتر میشه هدف ما اینه که روشنگری بشه و راهکارها رو اجرای کنیم من وقتی که به شما میگم این موارد بده باعث سرطان میشه موظف هستم به شما راهکار ارائه بدم فرمال ها یه فاکتور دیگه تشکیل دهنده ای مایه های که به راحتی باعث تخریب ریه میشه اما متاسفانه در لوازم های آرایشی و مواد کراتینه که برای مو هم استفاده میشه داخل اونها هم موجود هست و زمانی که افراد موهاشون اتومو کشن یا دارن سشوار میکشن گازهای سمی متساعد میشه توصیهمون اینه اگه موهاتون کراتینه هست حتما از ماسک استفاده کنید زمانی که سشوار میکشید ببینین دوستان یه وقتی هست که اگه فرد در هفته یه بار دو بار یا حالا ماهی چند بار این مواد شیمیایی وارد بدن بشه مشکلی رو ایجاد نمیکنه خود سیستم دفاعی بدن اینو دفع میکنه و معمولا هم آب از آب تکون نمیخوره و مشکلی هم ایجاد نمیشه اما ما داریم هر روز و هر وعده همراه غذامون داریم مایه ظرفشویی استفاده میکنیم چون به هر حال اینا پاک نمیشن این شستشوی زیاد باعث نمیشن که اینا از سطح ظرفمون پاک بشن مثل چسب میچسبه و موقع حرارت که میبینه داخل غذا میشه و اینه که چون ما هر روز و هر وعده داریم اینا رو استفاده میکنیم به مرور اون اثرات مخرب خودشون میذاره یا اینکه از این مایه ها خیلی از خانم ها دیگه دارن برای زدوفونی کردن میوه و سبزیجات استفاده میکنن و این خیلی خیلی خطرناکه چرا اینکه به بافت اون میوه و سبزی نفوذ میکنه پی رو تغییر میده باعث میشه هم سبزی میوه ها زودتر خراب بشن ضمن اینکه از سطح این میوه و سبزی پاکسازی نمیشه مثل همون بحث ظروف هستش به جای اینکه ما بیایم از این مواد برای ضد کردن استفاده کنیم بهتره که از نمک نمک طبیعی منظورم هست یا اینکه از سرکه استفاده کنیم هم زد دفونی کننده است ضمن اینکه به بافت و میوه و سبزی هم آسیب نمیرسونه و با فشار آب شستشو بدیم تموم اون باکتری ها و عوامل بیماریزا انگل ها ازشون جدا میشن و یادمون باشه ال هر سری با یک طرح جدید این مایه های ظرفشویی به بازار میاد با شکل جدید یا اینکه میگن آنتی باکتریال هست بدترین نوع مایه های ظرفشویی همون مایه های آنتی باکتریال هستن چون تعادل بین میکروب ها و باکتری های بیماریزا و باکتری های مفید غیر بیماریزا رو به هم میزنه ما لازم داریم باکتری های مفید تو باشه چون هم ویتامین های بی ساخته میشن و هم اینکه باعث سه و تخمیر بهتر فیبر مواد غذایی میشه و وقتی که ما داریم از این مایه های زرفشی همراه غذامون استفاده میکنیم باکتری های مفید روده از بین میرن اینجاست که خیلی از مشکلات به وجود میاد چون ویتامین بی بدن کم میشه موها نازک میشه دیگه خوش پوست نیستین پوست دستتون دچار پیری زود رست میشه هم تماس موزه و هم اینکه از لحاظ تخریب روده باعث میشه تا مواد غذایی به خوبی جذب بدن نشن حالا که مایه های زرفشی همینایی که هست اولا که تلاش کنیم از مایه های زرفشی استفاده کنیم همون مارک های قدیمی که خیلی دستخوش تغییرات نشدن همونا مایه های خوبی هستن تقریبا ولی باز هم باید یه سری اقداماتی داشته باشیم استفاده از سرکه فوق است داخل مایه های زرفشی حتی سرکه های عطاری و سوپرمارکت هم که خوراکی نیستن معمولا اما برای این کار مناسبه شما نصف مایه رو تخلیه و بعد نصفه دیگرش رو بهش سرکه اضافه کنید و خوب هم بزنید تا کاملا با هم ترکیب بشه اگه به این شکل مایه های ظرفشویتون استفاده بکنید هیچ مشکلی نداره و سطح ظرف حین شستشو کاملا پاک میشه یا اینکه برای یک لیتر مایه که دارید دو قاشق پر غذاخوری جوش شیرین بهش اضافه کنید و باز خوب هم بزنید جوش شیرین هم باعث میشه دیگه مثل چسب به ظرفا نچسبه اما سرکه دیگه امتحان خودش رو پس داده مورد خوبی هست که مایه های ظرفشی رو با سرکه مخلوط کنیم اگر هم که دوست داشته باشید از شوینده های طبیعی استفاده کنید که ما خودمون سالیان سال هست این کار رو انجام میدیم چرا اینکه تیم هایی هستن که صادقانه دارن تلاش میکنن از این جهت که من چون خودم از محصولاتشون دارم استفاده میکنم و من میخوام همه راهکارها رو به شما بگم به شما گفتم میتونید سرکه بزنید میتونید جوش شیرین بزنید و میتونید از شوینده های کاملا طبیعی استفاده کنید که داخل سایت دکتر گیری لایف میتونید دسترسی داشته باشید که این مایه ها کاملا سالم هستن هیچ مذراتی برای روده شما و دستگاه گوارش نخواهند داشت سلامتیتون رو به خطر نمیندازن و پایه کاملا گیاهی دارن ضمن که خیلی لکبر و تمیز کننده فوقلاده هستن همین نکته ها یعنی که تغییر در لایف سال که مساویس با بالا بردن کیفیت و سلامت خودتون امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید عزیزان اگه تمایل داشته باشید به صورت حضوری ویزیت بشید و کاملا رایگان در دفتر کارمون عمان مسقط که جای خیلی زیبایی هم هست هم میتونید تفریح داشته باشید و هم درمان انجام بدید میتونید از طریق شماره هایی که گذاشته میشه از طریق واتساپ البته با همون در تماس باشین تا تاریخ دقیقش که احتمالا تا یک هفته آینده هست در خدمتون هستیم سلام به شما که دوستتان داریم بی غید و شر اینجا دفتر دکتر گرین لایف هست برای ویزیت شما عزیزان در کشور عمان شهر زیبای مصر در خدمت شما هستیم میتونید تشریف بیارید و از ما به صورت رایگان استفاده بکنید بفرمایید داخل اینجا محل بندی و ارسال بارهای ارگانیک و مواد ارگانیکی هست که در دفتر گرین لایت میشه و به کشورهای اروپایی آمریکا و کشورهای مختلف از عمان ارسال میشه نشان سلامت ما و برند ما آرم دو دیلات و این لوگوی دکتر گرین لایت هست که هر وقت اینو دیدین با خیال راحت میتونید در واقع اعتماد کنید به سالم بودن و طبیعی بودن محصولات الان من در حال بسترندی هستم برای ارسال به کشورهای مختلف در سایت گرین لایت در خدمت شما هستیم